سلشگر آیرو. بیشتر نظامیان در رتبه های پایین متملقند و چاپلوس و در رتبه های بالا مستبدند و جابر مروع. قصه های راست یا دروغ که همیشه در اطراف اسم مردمان کم و بیش مشهور پراکنده است، غالبا یک نوع غبار رنگارنگی در پیرامون وجود آنها ایجاد می کند که قیافه حقیقی این اشخاص را نمی شود درست آنطوری که واقعا هست با آسانی مشاهده کرد. ناچار هر کس از پشت عینک آلوده به احساسات و اطلاعات خود آنها را به شکل خاصی می بیند و همین موجب می شود که راجع به یک نفر مرد نامی چندین نفر بیوگرافی های مختلف و متضاد می نویسند. این اشکال بزرگی که در مورد شرح حال گذشتگان وجود دارد، وقتی به بیوگرافی مردمان زنده می رسد چندین برابر زیادتر می شود. زیرا گذشت از رنگ هایی که این قصص به تصویر چهره آن اشخاص داده اند، چند عامل مهم دیگر هم که قوی ترینشان دوستی و دشمنی و حسادت و عزت نفس فامیلی و غیره باشد، به آنها علاوه می گردد و چشم بینندگان معمولی هر قدر هم تیزبین و دقیق باشد، مشکل می تواند از خلال این همه پرده های رنگارنگ حقیقی که در پشت آنهاست درست تشخیص دهد. در اینجاست که کار بیوگراف بسیار مشکل می شود. زیرا اگر مطابق سلیقه مردم بنویسد و در واقع رشوه‌ای به افکار عامه بدهد، به خلاف عفت نویسندگی رفتار کرده، یعنی جنایت بزرگی مرتکب شده است. و اگر حقایق را آنطوری که هست بنویسد، فقط مردمان خیلی فهیم و خیلی با انصاف و خیلی خوش قضاوت آن را می پسندند و دیگران، یعنی بیش از 90% مردم، یعنی تمام کسانی که چشمشان به تابلوهای غیر حقیقی عادت کرده و مدت هاست تصویرهایی را که قلم وهم و خیال با رنگهای حب و بغض کشیده دیده اند، تابلوی حقیقت نویس را خلاف حقیقت پنداشته و آن را نمی پسندند و حتی او را مورد حمله سخت قرار می دهند. و اگر قلم به دست اشخاص بی بند و بار بیفتد، از افترا هم خودداری نمی کنند، چنان که درباره من می کنند و می بینند. با این حال به نظر من فایده این گونه تجزیه و تحلیل های اخلاقی به قدری در رشد اجتماعی ملت فراموشکاری مثل ملت ایران مؤثر است که پیه همه چیز را به تن مالیده و سپر خونسردی به سر کشیده باز وارد معرکه می شوم و سومین بازیگر عصر طلایی را که به قید قرعه از چنته خاطرات و مشهودات و مسموعاتم بیرون آمده، از دیده خود به شما نشان میدم. چندی بعد از کودتا، روزی کشتی کوچکی که از بادکوبه آمده بود در بندر جز لنگر انداخت و مامورین گمرک شخص بلندقدی را جز مسافرین در کشتی دیدند که میخواست با وجود مرتب نبودن اوراق عبوریش پیاده شود. گمرکچیان البته ممانعت کردند و هرچند آن مسافر اصرار می کرد و حتی خود را سرتیپ معرفی می نبود، فایده ای نمی بخشید. بالاخره خبر به رئیس ژاندارمری بندر جز، یعنی آقای سلطان سالار، سرهنگ خسروداد فعلی، رسید و او شخصا به ملاقات مسافر رفت. در لوتکا مرد موقری را دید که فقط پیراهنی آستین کوتاه و شلواری تا سر زانویش پوشیده و با بی‌صبری منتظر است. چشمش که به سلطان سالار افتاد، با نشانی‌های مختلف و بردن اسم اقوام دور و نزدیکش، بالاخره موفق شد با اجازه او به بندر وارد شود. آن شخص با آن سر و وضع و موهای کوتاه سرش شباهت زیادی داشت به یکی از اعیان روسیه سابق که ثروت و تشخص خود را از دست داده ولی مناعت و تکبر گذشته هنوز از حرکاتش پیداست. نظیر این قبیل اشخاص تقریبا در تمام شهرهای بزرگ اروپا زیاد دیده می شد که اغلب مطابق سلیقه و استعدادشان شغلی را پیشه خود نموده و معاش خود را تأمین می کردند.
یکی شوفر اتومبیل کرایه می شد، دیگری پیشخدمت مهمانخانه می گردید، یکی دیگر در ارکستر کافه‌ای کار پیدا می کرد. خلاصه تمام آنها ادعاهای گذشته را یک بار کنار گذاشته و به هر شغلی که پول معاشی از آن در می آمد تن در می داد. ولی این مسافر تازه از روسیه رسیده ما از ناسیه و رفتارش پیدا بود که ابداً حاضر به بد زندگی کردن نیست. می‌خواهد در دولت را به هر نحوی هست به روی خودش بگشاید و اگر در باز نشد آن را با لگد یا با حیله شکسته و داخل شود. به همین جهت امید و آرزوهای زیادی در دماغ خود می‌پروراند و حق هم داشت، زیرا ایران آن روز برای شخصی مثل او شبیه آب بود برای ماهی، چون اولا به واسطه تغییرات کلی اوضاع کشور بازار سیاست کاملا آشفته بود و بنابراین مناسب کسانی که بازار آشفته می‌خواهند بود. ثانیاً با تحول ژاندارمری سابق، تشکیلات جدید قشون به دست رضاخان پهلوی که خودش افسر قزاق بود موقعیت بسیار مناسبی برای افسران سابق قزاقخانه ایجاد، و چون این شخص هم در تشکیلات قزاقی سابق هم سرتیپ بود و هم مترجم صاحب منصبان روسی و از آنجایی که چم آنها را به دست آورده و از پرتو نفوذ آنها شخصیتی برای خود در قزاقخانه درست کرده بود، به این جهات می توانست امیدوار باشد به اینکه هنوز هم فهمانده احترامات گذشته در خاطر افسران باقی مانده و به کمکش برسد. ثانیاً تشکیلات جدید و وسیع قشون افسر زیاد می‌خواهد و افسر چیزی نیست که بشود به زودی ساخت. بناچار باید وجود افسران سابق را مقتنم شمرد و کادر را هر جوری هست فعلا پر کرد تا بعد کم کم افسر تربیت کرد. در یک چنین موقعی آقای محمد حسین آیروم، سرتیپ سابق قزاقخانه که برای معالجه به روسیه رفته و مدتی در آنجا مانده و عمل جراحی مهمی در اعضای تناسلی خود به دست جراحان روسی انجام داده و در نتیجه صورت خود را شبیه خواجه ها نموده بود، به ایران برگشت و پس از مختصر کسب اطلاعی در مازندران دست خود را در جیب خالی شلوار کوتاه خود کرده و به تهران آمد. چندی که در تهران ماند حسابش درست در آمد، یعنی با احتیاج مبرمی که تشکیلات جدید قشون به افسر داشت، آقای آیروم را بدون اشکال در خدمت ارتش پذیرفتند و سرتیپی سابق او را با درجه سرهنگی جدید تطبیق نموده و بلا فاصله برای ریاست هنگ مازندران تعیین و به شهر ساری مأمورش کرد. در کشورهایی که تشکیلات دولتی آنها هنوز خوب منظم و مستقر نشده و سالهای دراز بر آن تشکیلات نگذشته تا اساس آن محکم و محجر شود، قسمت مهم کار برای موفقیت طلبان به دست آوردن سرنخ است و اگر آن به دست آمد، بقیه را با لاف و ادعا و پا روی حق و حساب گذاشتن و یک جو جسارت و دو جو حوصله می شود رفته رفته به چنگ آورد. آقای سرهنگ محمد حسین خان آیروم سرنخ را به طرز مطلوبی بدون اشکال و زحمت به دست آورد و در ابتدای حکومت دیکتاتوری سردار سپه یک مرتبه فرمانده هنگ مستقل مازندران گردید. آیا بهتر از این شغلی می شود؟ در آن زمان که نقطه مرکزی قدرت فقط در قشون بود، سرهنگ شدن و مخصوصاً فرمانده مستقل یک هنگی در یکی از ایالات بودن به درجات بهتر و مهمتر از وزارت بود. برای اینکه وزرا با بودن سردار سپه وجودشان تا اندازه‌ای جنبه تشریفاتی داشت، به طوری که نه در هیئت و نه در وزارتخانه‌های خود هیچ کدام اختیار و جسارت اقدامی را برخلاف میل سردار سپه نداشتند. به خصوص که سردار سپه برای اثبات قدرت و شخصیت خود هر روز مستمسکی برای خار و خفیف کردن وزرای دیگر جسته و به آن تظاهر می‌نمود، در صورتی که برعکس فرماندهان مستقل خارج دارای قدرت مطلق بودند، بودجه کافی داشتند و غیر از انجام پروگرام اصلی مرکز در سایر کارها اختیاراتشان نسبت به جان و مال مردم حد نداشت.
و چون برنامه آن حکومت این بود که ماموران نظامی در خارج تهران مظهر مقتدری از حکومت مرکزی باشند، به این جهت هر فرماندهی که بهتر موفق به قدرت نمایی در خارج می شد نزد فرمانده کل قوا محبوب تر می گردید. سرهنگ آیروم هم که طبعا قدرت نما و تبختر فروش بود و از طرف دیگر هم زیاد پابند احساسات نمی شد، رفتارش با برنامه درست در آمد. او در نتیجه پس از مدت کمی، همین که هنگ گیلان هم جز و هنگ مازندران و استراباد گردید و مقام فرماندهی آن هنگ ها سرتیپی شد، رتبه آیروم هم بالا رفت و همان مسافر یک تا پیراهن چند ماه پیش، سرتیپ محمد حسین خان آیروم فرمانده کل تیپ مستقل شمال گردید. فرماندهی شمال. عیب بزرگ دیکتاتوری این است که همیشه قدرت را با ارعاب و ترور باید نگهداری کرد. لودویگ. در شمال یعنی از گرگان تا گیلان آبادترین و متجددترین و تقریبا امنترین شهرها رشت بود و به همین جهت هم فرمانده کل تیپ مستقل شمال محل خود را در رشت قرار داد و با کمال جدیت سعی نمود که برنامه کار خود را طبق سلیقه مرکز اجرا کند. مرکز یعنی سردار سپه که در آن روزها به طور کلی فقط دو منظور در ولایات داشت. یکی این که مردم به قدرت حکومت مرکزی کاملا متوجه شده و آرام و مطیع گردند و دیگر این که به خوبی و خیرخواهی و آبادی طلبی آن حکومت ایمان پیدا کند. سرتیپ آیروم که در تطبیق عوامل پیشرفت خود با تمایلات سردار سپه مهارت کاملی داشت و می شود او را مخصوصاً از این حیث خیلی سریع الانتقال دانست، شروع به اقداماتی نمود که انعکاسش در مرکز کاملاً مطابق مطلوب باشد. اول روزنامه های گیلان را به وسایل مختلف به تعریف کارهای خود واداشت. کرزم سایر مامورین دولت را مرعوب نمود و جنگل را هم با فرستادن نماینده دو جانبه بازی کنی در آرامی نگه داشت. تبختر و مقام دوستی طبیعی او هم چون بسیار با شیوه مالک و رقابی آن دوره سازگار بود، رفته رفته جلال و جبروتی در اطرافش ایجاد نمود، به طوری که در رشت فرمانده تیپ با وجود جوانی که داشت نماینده و مظهر قدرت حکومت مرکزی گردید و به این طریق یکی از دو منظور اصلی سردار سپه تا اندازه ای انجام شد. با انجام یافتن منظور اولی، نکته دوم برنامه یعنی ایجاد ایمان و خوشبینی نسبت به حکومت مرکزی به نظر آسان می آمد. سرتیپ آیروم پیش خود خیال کرد که اگر او هم مطابق مد آن وقت سایر فرماندهان خیابان وسیعی در شهر باز کند و اسم آن را خیابان پهلوی بگذارد و به این وسیله تمایلی نسبت به آبادی شهر نشان بدهد، هم قلب تمام ترقی خواهان را چکی به دام خواهد آورد و هم نام حکومت جدید را با آبادانی توأمن در اذهان جا خواهد داد. به این منظور امر داد در وسط شهر مقابل محلی که دفتر فرماندهی بود، دو طرف خیابان را وسیع کرده، خانه ها را کوبیده و پیش بروند. در اینجا یک نکته خیلی مهم از فلسفه اجتماعی که تعبیر غلط و بسیار مضر آن موجب فساد و بدبختی های زیادی گردیده، در دماغ آیروم هم نتیجه مضر خود را بخشید. آن نکته مهم این است که شنیده اند برای نفع جامعه فدا کردن نفع عده کمی جایز است. این مسئله عالی فلسفی مثل قالب مسائل عالی فلسفی، همین که تخمش در دماغ‌های غیر مستعد و ناصالح افتاد، میوه‌های مسموم و عجیب و غریبی می‌دهد. مثلا همین نکته ساده بالا را اگر با موازین اخلاقی و اصول حقوقی محدود نکنیم و این فرمول را لخت و عریان به دست اجرا کننده حق و حساب نشناسی بدهیم، هیچ بعید نیست که با کمال حسن نیت و به نام خیرخواهی جامعه 4 نفر پولدار محله‌ای را کشته و دارایی او را بین اهل محل تقسیم نمایند. در استنتاق اگر از او مؤاخذه کنند، لابد قلب پاک خود را گواه آورده و خواهد گفت مگر نه این است
که برای نفع جامعه ای فدا کردن نفع عده کمی جایز است. من هم 4 نفر را فدای منافع چند هزار نفر کردم. این مثل به نظرتان مبالغه نیاید، زیرا نظیر همین استدلال را از کسانی که مکرر خانه و دکان مردم را خراب کرده و به نام زیبایی شهر عده زیادی زن و بچه و پیر و بدبخت را از سرما و بیچارگی به هلاکت فرستادند خودم به گوش خودم شنیدم. بحث در این مورد به قدری مهم است که باید مقالات مفصلی به آن اختصاص داد. انشاءالله موقع دیگری مشروحاً آن را مورد بحث قرار خواهم داد. امر سرتیپ آیروم چند روزی اجرا شد و مقدار زیادی خانه در دو طرف خیابان خراب گردید و اهالی آن خانه ها در ظرف چند ساعت بی جا و مکان و حقیقتاً خانه خراب و بدبخت شدند. در این موارد که دادگاه ها و دادرسان مرعوب فرماندهان می شوند، برای مردم بدبخت دادرسی جز دادرس آسمان نیست. دست ها به آسمان بلند شد و چون مثل غالب اوقات حکمت الهی جواب فوری به مظلومین نداد، این خانمانان ناچار به یکی از کسانی که خود را نماینده از نمایندگان دادگاه ربانی معرفی کرده بود و شیخ رسولی نام داشت دست به دامن شدند. آن مجتهد هم مظلومین را جمع کرد و عده آشوب طلب هم که در راه رضای خدا همیشه در همه جا وجود دارند به آنها افزود و بلوایی به پا کرد. وضع فرمانده تیپ قدری مشکل شد. اگر این دفعه شل بدهد دیگر حنایش رنگی نخواهد داشت. از طرف دیگر شکایات مردم و تحسن در تلگرافخانه هم ممکن بود اگر به طول انجامد مرکز را ناراضی کند. هرچه بادا باد. آیروم دلش را به دریا زد و شیخ رسولی را به عنوان آشوب طلب گرفت و به فومن تبعید کرد. مطمئن بود که دسته بلواچیان هم مثل دسته نظامیان اگر رئیسشان از دستشان رفت خودشان متفرق شوند. ولی در همین مقایسه اشتباه کوچکی کرده بود، زیرا یک دسته نظامی چون هیچ کدام از خود رأی ندارد بدون رئیس متفرق می شود، اما عده‌ای مظلوم هر یک برای انتقام یا احقاق حق فردی خود می کوشند و محرکشان خودشان هستند، بودن یا نبودن سردسته متفرقشان نمی کند. در واقع آنها محرک رئیس و سردسته هستند، نه سردست محرک آنها. و همین جهت با تبعید شیخ رسولی بلوا نخوابید و به عکس شدیدتر شد. روزی چندین تلگراف به سردار سپه می رسید و تحسن تلگراف خانه ادامه پیدا کرد. بالاخره به امر مرکز آیروم شیخ رسولی را آزاد کرد و او برگشت به رشت. در موقع ورودش به شهر مردم به طوری از مجتهدی که با این تبعید نور مظلومیت دور امامش را گرفته بود با جلال پذیرایی کردند که آیروم مجبور شد دست از باز کردن خیابان کشیده و دیگر آن را امتداد ندهد. قائله ترکمن. این سزار بود که گل را فتح کرد، نقشونه روم. در همان اوان شکایات زیادی از رفتار بعضی ترکمنها به تهران می رسید. ابتدا فقط در اطراف استرابا بود که مردم را گاهی لخت می کردند، بعضی را می کشتند و برخی را اسیر می نمودند. ولی کم کم در لوتکای سیاه ترکمنی در سواحل مازندران هم دیده شد. در هر جا می رسیدند جمعی مسلح پیاده شده مردم را غارت می کردند و زنهای جوان را اسیر نموده با خود می بردند. وای به حال کسی که کوچکترین مقاومتی نشان دهد. فوری او را به شکل فجیعی می کشتند. یک مرتبه رئیس گمرک قره‌تپه خواست وظیفه شناسی به خرج دهد. بیدرنگ دست و پایش را بسته و او را در لوتکای خودشان انداختند و پس از اینکه از غارت فارغ گشتند آن مأمور بیچاره را بعد از شکنجه زیاد کشتند. رفته رفته وحشت عجیبی مردم آن سامان را گرفت و هر روز قصه های وحشتناکتری گوش به گوش می رسید و مو بر بدنها راست می شد. مثلا یک روز خبر می رسید که در بین زنان اسیر شده حامله ای را که از ترس به حال وضع حمل افتاده بود اوریان در میان لوتکا گذاشته
و در موقعی که آن بیچاره از درد پیچ و تاب می‌خورد و ناله می‌کرد، دورش جمع شده و دست می‌زدند و شادی و تفریح می‌کردند. روز دیگر خبر می‌آوردند که بچه کوچکی را برای اینکه زیاد از ترس گریه و بیتابی می‌کرد و گوش این دزدان ترکمنی را می‌آزرد، دو پایش را دو نفر گرفتند و یک جلاد سومی با شمشیر دو شقه‌اش نمود. در نقاطی که احتمال حمله این دزدان شقی می رفت، مردان همیشه در تشویش بودند و زنان از وحشت خواب راحت نداشتند، چون می دانستند اگر اسیر شوند چه سرنوشت شومی در انتظارشان خواهد بود. همه شنیده بودند که هر زنی ملک کسی شناخته می شود که او را اسیر کرده و او حق دارد با پاشیدن یک مشت گندم بر سر آن زن او را به چندین نفر در یک روز صیغه بدهد. زن جوان زیبایی را که ترکمنی اسیر کرده و با تشریفاتی که گفته شد در ازای 5 فشنگ هر دفعه به صیغه می‌داد، در مدت کمتر از یک هفته چند هزار فشنگ به صاحبش نفع رسانید و چند روز بعد خودش هلاک شد. این گونه خبرهای فجیع به تهران هم می رسید و سردار سپه را که در آن زمان جداً مراقب سعادت مردم بود، نسبت به آیروم سخت خشمگین می کرد تا بالاخره به او تلگراف سختی فرستاد و مؤکداً خودش را مأمور رفتن به استراباد نمود. با وجود این دستور مؤکد دیگر پشت گوش انداختن ممکن نبود. باید هر طوری هست به استراباد رفت و با دزدان ترکمن جنگید و قائله ترکمن را سر و صورتی داد. ولی قائله ترکمن مطلب کوچکی نبود. این دیگر قضیه جنگل و شیخ رسولی نیست. سالهای دراز دولتهای بسیار مقتدر ایران قصد رفع این قائله را کرده و پس از لشگرکشیهای مکرر دست از پا درازتر برگشتند. سرتیپ آیروم از جنگ خوشش نمی آمد، به خصوص از جنگ با ترکمن. به قراری که نزدیکانش می گویند، این شخص با وجود اینکه همیشه در نظام بوده، معزالک از نظامی بودن، کارهای دفتری و فرمان روایی را بیشتر از موفقیت‌های جنگی و مبارزه با اسلحه به مزاق خود نزدیک می دید و همین جهت از جنگیدن با سلاح حتی المقدور احتراز می کرد. پس از دریافت دستور مؤکد از مرکز، آیروم پیش خود گفت حالا که امر شده ما به استراباد می رویم، ولی رفتن به استراباد ملازمه با جنگ ندارد. در آنجا شاید با تمهید یا با پول بتوانیم موقتا جنجال را قدری آرام نماییم، بعد هم خدا بزرگ است. رفتن به استراباد با نبودن راه عرابه رو و لزوم عبور از میان جنگل‌های ناامن مازندران به هیچ وجه با آسایش طلبی و جاندوستی آیروم سازگار نبود. دستور داد 4 اتومبیل فورد حاضر کردند تا به هر نحوی شده از کنار دریا با اتومبیل مسافرت کنند. قافله راه افتاد و در کنار دریای مازندران هر جا که زمین سنگزار و سفت بود، فوردهای پای بلند 4 سیلندری سابق غرغر می کردند و هر جوری بود می رفتند. ولی هر جا زمین شن و ماسه بود همه در گل فرو می ماندند و مدتها زحمت داشت تا به کمک حسیر و نمد و ترکه با صدای یا الله یا الله قافله را از گل بیرون آورند. هر جا ماسه های شل جدن از راه دادن به اتومبیل ها امتناع می کردند، آن وقت آنها را در لوتکا می گذاشتند تا برسند به جای مناسب تری. خلاصه این مسافرت که تأکید زیادی در سرعت آن شده بود، به جای 6-7 روز درست 27 روز طول کشید و در این مدت روز به روز بر جسارت و شقاوت دزدان ترکمن افزوده می شد تا به جایی که عده‌ای از آنها از طرف بالای شاهرود راه خراسان را مکرر می بستند و قافله ها را غارت می کردند. بعد از 27 روز که فرمانده تیپ مستقل شمال به استراباد رسید، خواست نقشه خود را عملی کند، به این معنی که به رئیس فوج استراباد دستور داد با پول
رؤسای ترکمن را تتمیل کند تا شاید موقتا آرامش برقرار گردد. این نقشه نزدیک بود انجام شود، ولی حادثه کوچکی آن را برهم زد و برعکس نه تنها کار اصلاح نشد، بلکه منجر به هجوم ترکمن به شهر استرآباد نیز گردید. آن حادثه کوچک عبارت از این بود که یکی از سرکردگان ترکمن که برای مذاکرات اصلاحی به استرآباد رفت و آمد می‌کرد، شبانه در خارج شهر ترور شد. ترکمن‌ها که زنین بودند، زنین‌تر شده و سخت برآشفتند و به شهر حمله کردند. و اگر سابقه و مقاومت سرهنگ حکیمی نبود، شاید ساکنان شهر استرآباد تاریخ حمله خونین مغول را با چشم می‌دیدند. این دفعه هم فرماندهی پرشکوه تیپ و نماینده حکومت مقتدر مرکزی دست از پا درازتر برگشت و کاری صورت نداد. در مراجعت او از قضا واقعی خوشمزه‌ای اتفاق افتاد که قصه این سفر را شیرین‌تر نمود. با آن این بود که گاری‌های حامل اسباب خود فرمانده کل تیپ را دزدان در راه زدند و این واقعه گوش به گوش به همه رسید و به شهرت و جلال طلبی او رنگ فکاهی خاصی داد. دیگر از فرمانده‌ای که اسباب خودش را در راه نتواند حفظ کند چه توقعی می شود داشت؟ در گیلان بر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان قره نباید شد که آن به خیالی تبدل شود و این به خوابی متغیر گردد. تعدی آیروم این نکته را خوب می دانست و بهتر از رفقا متوجه بود که مقام و فرماندهی و عزتی که فقط به دست اراده یک نفر باشد، به پایداری آن نباید اعتماد داشت. او فهمیده بود که بزرگترین خدمات و بهترین فداکاری ها هم نمی تواند تضمین دوام مراهم ارباب مطلق العنانی باشد. به این جهت حس خودخواهی قوی او به حساب مفیدی هدایتش کرده و پیش خود گفت به هر نحوی هست باید به پول رسید، زیرا با پول می شود همیشه قدرت پیدا کرد و بعد با قدرت پول بیشتر. بدبختی بزرگ کشورهایی که در آن حق و حساب محکمی نیست و اراده غیر محدود یک یا چند نفر در آن حکم فرمایی مطلق دارد همین است که مردم طبعا متوجه این موضوع می گردند و این نکته در ذهن همه جایگیر می شود که آسایش و عزت فقط به جمع کردن پول است، نه به انجام خدمات برجسته. آیروم زودتر از بعضی همقطاران این فرمول را نسب العین قرار داد و از همان اول شروع به طرح برنامه جمع‌آوری مال نمود. منتها چون اول کار بود و هنوز شکایت حقه مردم ممکن بود تأثیری در بقای فرمانده داشته باشد، ناچار با تدبیر و سیاست و خیلی در پرده کار می‌کرد و این کار خیلی مشکل نبود، زیرا در کارپردازی‌ها همیشه ریخت و پاش زیاد است و چون لوازمی که تهیه می شود مقدار آن هنگفت می باشد، اگر مبلغ کم و غیر محسوسی روی هر جنسی اضافه گردد، بدون هیچ زحمت و رسوایی از مجموع آن لقمه چربی به دست می آید. مثلا اگر فقط یک ریال به هر کفشی بیفزایند، گرانی کفش ها محسوس نیست، ولی حاصل آن چندین هزار ریال می گردد. امثال این قبیل استفاده ها زیاد است و تبانی کردن با فروشنده و حسابداری هم کار مشکلی نیست. از طرف دیگر در آن موقع به خوبی ممکن بود به اسم فوج ترکمن ها مبالغی در حساب برد یا محکمه نظامی درست کرد و مردم را به آنجا کشید و به اسم حکمیت یا کمک یا زیرتوشکی از طرفین دعوا پول گرفت. برای کسی که نقطه مقصودش را جمع‌آوری پول قرار دهد و فرمانده تام الاختیار هم باشد، البته پیدا کردن وسایل آن هوش و ذکاوت زیادی نمی‌خواهد. در ذهن غالب مردم یک غلط مشهوری جا گرفته و آن این است که معمولاً هر پول پیدا کنی را با هوش و با عرضه می‌دانند.
و این غلط از این ناشی شده که چون مردم طبیعتاً عقلشان به چشمشان است، به این جهت جاه و جلال مالی را نتیجه موفقیت می دانند و چون موفقیت در هر چیز مستلزم هوش و عرضه است، پس متمولین را منطقاً با هوش و با عرضه می پندارند. ظاهراً این منطق صحیح است، ولی تجربیاتی که بنده به واسطه شغلم از تماس نزدیک با زندگانی خصوصی مردم پیدا کرد، قطع دیگری به من آموخت. یعنی وقتی من هم مثل شما مکرر در طی زندگی خود مردمان بسیار کم هوش و کم استعداد و ساده لوحی را شناختم که پول هنگفتی به چنگ آوردند و علما و فضلا و صنعتگران عالی مقداری را دیدم که از بی چیزی محتاج بی سوادان ساده لوح می باشند، در صدد کشف علت آن برآمدم و به این نتیجه رسیدم که غالبا همان بی مسلکی و کوچک فکری ساده لوحان خودخواه است که موجب تمولشان می شود، به این معنی که فضلا و ایدئالیست ها در پهنای فکر وسیعشان به قدری خیالات و نیات بزرگ و مختلف وجود دارد که دیگر محل زیادی برای مال دوستی باقی نمی ماند. فیلسوفی که در صدد پیدا کردن نظام نوینی برای سعادت بشر است، یا دانشمندی که تمام حواسش متوجه کشف درمان سل می باشد، کی فرصت و میل می کند که مثلا اتومبیلی ارزان خریده و بعد گرانتر بفروشد یا زردچوبه انبار کند. اما به عکس کوته نظران و کوچک فکران به هدایت حس قوی خودخواهیشان تمام وقت و جدیت خود را منحصراً صرف پول پیدا کردن می کنند. در این صورت چه تعجبی دارد که اینها بهتر راه پول در آوردن را بدانند و متمول تر شوند. آیروم هم مثل همه خودخواهان غیر ایدالی راه پول پیدا کردن را خوب می دانند و مخصوصاً چون پابند به احساسات و رقت قلب هم نبود، بیشتر از دیگران در این کار موفق می شد. برای نمونه، قصه‌ای که راجع به رفتار آیروم با ورثه سردار مقتدر تالشی شنیده هم برای تا نقل می کنم. سردار مقتدر تالشی نظر به خدمتگزار خود، همین که مرض خود را سخت و اجل را نزدیک دید، چند روز پیش از مردنش تلگرافی به سردار سپه فرستاد و خانواده خود را بعد از خودش به مردانگی او سپرد. سردار سپه هم با آیروم دستور داد از کمک و مهربانی نسبت به آنها دریغ نکند. ولی بدبختانه شهرت داشت که سردار مقتدر تالشی مرد متمولی بوده و جواهرات بسیار داشتند. همین که او مرد، از فرماندهی کل تیپ مستقل شمال بازماندگانش به رشت احضار شدند. آن بیچاره ها هم که متذکر به تلگراف نام برده بودند، خرم و خوشحال و امید مراهم فرمانده کل به رشت آمدند و فرمانده فرمود جواهرات آن مرحوم کجاست؟ هرچه هست پیش من بیاورید. گویا جواهری در کار نبود و وقتی آیروم از وجود آن جواهر مایوس شد و پول نقدی هم نیافت، محرمانه به آقای دال دستور داد که اساسه زیادی آنها را بفروشد و در حدود اقلن 300 هزار ریال به دست آورد. مشاورین متوجهش کردند که این کار اگر بدون هیچ مستمسکی انجام شود، ممکن است عکس العمل بدی ایجاد نماید. حق با مشاورین بود و حضرت عجل هم فوری به عمق این اندر پی برد. ولی فکر مبتکرش به این چیزهای جزئی متوقف نمی شد. فوری راه چاره را پیدا کرد. فردا دستور دیگر محرمانهی به آقای دال رسید که مقداری تفنگ در باغ مرحوم مخفی کند و روز بعد یک مرتبه عده‌ای وارد باغ شده و به عنوان کشف اسلحه بنای کاوش را گذاشتند. همه جا را گشتند تا بالاخره از زیر کاه چندین تفنگ 18 یا 17 عدد بیرون کشیدند. و پس از مدتی جنجال و کشمکش و گزارش خوشخدمتی به تهران و غیره، ورثه بیچاره را برای خلاصی از مهلکه
300,000 ریال جریمه کردند و با این مستمسک قانونی تمام اساسیه و مقداری ملک مرحوم سردار مقتدر طالشی را حراج نمودند و 300,000 ریال به چنگ آوردند. ولی اتفاقا این پول نصیب آیروم نشد و به شرحی که بعداً خواهید دید به مصرف دیگر رسید. آیروم در آذربایجان. هر ملتی لایق همان حکومتی که دارد. در آن موقع رفتار فرمانده کل لشکر آذربایجان امیر لشکر عبدالله خان امیر طهماسبی سردار سپه را سخت برآشفته و ناراضی کرده. روز به روز عدم رضایتش زیادتر می شد، زیرا گزارش های رسمی و محرمانه‌ای که از شمال غربی می رسید حاکی از این بود که ساعت به ساعت امیر طهماسبی خوشرفتارتر و محبوبتر می گردد. به واسطه حسن سیاست و شاید عدالت دوستیش مردم آذربایجان ستایش مخصوصی نسبت به این فرمانده لشکر پیدا کرده بودند و سردار سپه این موضوع را به چشم خوبی نمی نگرید. زیرا اولا اولادان رشید آذربایجان که مکرر میهن‌دوستی و ایران پرستی خود را با وجود تحریکات شدید اجانب ثابت کردند و نشان دادند که در راه ایران و ایمانشان از خون خود هم مضایقه ندارند، یک چنین مردمان راسخ العقیده و یک دنده‌ای اگر زیاد فرمانده لشکری را دوست بدارند ممکن است در راه دوستی او وضع خطرناکی بر علیه فرمانده کل قوا ایجاد نمایند. ثانیاً سردار سپه با اینکه به نظر من جداً وطن‌خواه بود و غالباً ترقی و بزرگی ایران را می‌خواست، ولی معذالک هر جا حس وطنخواهی با حس خودپسندی فوق‌العاده بشری تماس پیدا می‌کرد دومی غالب می‌شد، به طوری که هرگز راضی نمی‌گردید غیر از خودش کس دیگری در ایران محبوب باشد و مایل نبود برای هیچ کس شخصیتی بزرگ ایجاد شود. حتی شدیداً اصرار داشت به اینکه به همه بفهماند هرچه هست از اوست و نظر مستقیم او در همه چیز دخالت. بنابراین دیگران ذرات بیمقداری هستند که فقط از پرتو او گاهی فروغی پیدا کرده و بعد خاموش می شود. این صفت که خطرناکترین صفت یک رئیسی به شمال می رود، نتیجهش این است که ابتکار و شهامت و شخصیت را در زیر دستان از بین می برد و برای یک جامعه هیچ ضرری بزرگتر از این نیست. روی همین احساسات هر جا کسی اظهار وجودی می کرد سردار سپه فوری شخصیت یا خود او را خرد می نمود. بنابراین امیر لشکر عبدالله خان هم که شخصیت قوی و محبوبیتی به سزا در آذربایجان پیدا کرده بود باید از آنجا برداشته شود. ولی این کار به همین سادگی هم نبود. اگر این فرمانده احضار شود از کجا که مردم آذربایجان مخالفت نکرده و بلوایی به پا نکنند و خود امیر طهماسبی را به سرکشی ترغیب ننمایند، بهتر این است که خود سردار سپه به عنوان سرکشی با آذربایجان رفته امیر طهماسبی را با خود به تهران بیاورد. فرمانده کل قوا که نقشه های خود را با نهایت دقت و احتیاط طرح می کرد شخصا به آذربایجان رفت و پس از آنکه با حضور خود شخصیت مقتدرش را در محل تثبیت نمود آیروم را از رشت به تبریز احضار کرد. از پیش نبردن کار ترکمن و شکایات مردم گیلان و ادامه چپاول دزدان ترکمن به سردار سپه فهمانده بود که آیروم در شمال کار مفیدی صورت نخواهد داد و باید مرد رشید و جسور و باهوشی را به آنجا بگمارد که به کمک ایمان و ابتکار بتواند وضع بغرنج شمال را سر و صورتی بدهد، در صورتی که برای اداره لشکر مرتب آذربایجان مخصوصاً با وجود نظمی که کاردانی امیر طهماسبی در تمام امور آنجا ایجاد کرده بود دیگر ابتکار و رشادت خاصی لازم نداشت. فقط اگر کسی بتواند تشکیلاتی که هست
و همانطور نگاه دارد کافی. پس فعلا بد نیست آیروم را به جای امیر طهباسبی بگذارند تا بعد طبق مقتضیات زمان فرمانده مناسبی پیدا شد. سردار سپه بعد از رسیدگی به کارهای آذربایجان امیر لشکر امیر طهباسبی را که بجز حسن خدمت و محبوبیت تقدیری نداشت با خود به تهران آورد و آیروم را به جای او گذاشت تا وضعیت را به همان طوری که هست اداره کند. ولی صاحب منصبان لشکر که مدتی بود به رفتار منصفانه امیر طهباسبی عادت کرده بودند، تفاوت رویه آیروم در نظرشان برجسته تر آمد و به همین جهت تحملش برایشان مشکل تر گردید. ابتدا زمزمه مخالفت در پرده شروع شد، ولی در ارتش به خلاف ادارات کشوری زمزمه مخالفت جمعی زیردستان نسبت به مافوق هرگز در پرده نمی ماند. یا یک مرتبه از بین می رود یا به صورت طغیان علنی ظاهر می گرد. در آذربایجان رفتار آیروم کار را به صورت دوم در آورد و جنجالی به پا شد، به طوری که حل قائله به دست او ممکن نگردید و مأمور ارشدی از تهران روانه گردید. در نتیجه این شد که مجبور گردیدند سوء سیاست فرمانده را با تیرباران و تنبیه چندین نفر از جوانان ارتش جبران نمایند تا به این طریق دیگران هم عبرت بگیرند و به زور شنیدن و اجحاف دیدن عادت کنند و کم کم خودشان هم برای پیشرفتشان سرمشق بگیرند. در همان موقعی که آیروم فرمانده لشکر آذربایجان بود، بلوای جمهوریت پیش آمد و یک مرتبه مردم بیچاره تمام ولایات ایران من جمله آذربایجان عاشق بیقرار جمهوری شدند. نامه‌های عاشقانه مخصوصا تلگراف پر از التهاب از اطراف باریدند. ایران از آتش جمهوریت می‌سوخت و روزنامه‌ها با جدیت تمام دامن به آتش می‌زدند. وقتی معشوق لگد انداخت و وصال دست نداد، این عشاق دلسوخته هم مثل سایر عشاق زورکی گفتند سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگری. و پس از چندی با همان شدت و التهاب عاشق تغییر سلطنت گردیدند. باز سوزش عشق شروع شد و باز نامه و تلگراف بارید و باز روزنامه ها دامن به آتش زدند. در تمام این قضایا فرمانده لشکر آذربایجان هم مثل سایر همقطاران ولایات دیگر خوشخدمتی شایانی خرج داد. چه فشارها که به مردم تحمیل نکرد، چه تحریکاتی که در این آنتریک های عشق به وجود نیاورد. ایجاد عشق به این شدیدی در دماغ غیر متلون آذربایجانی کار آسانی نیست و بعد از خاطر بردن این عشق و دوباره ایجاد عشق دیگر، همه اینها هزار تمهید می‌خواهد و مهارت و جدیت و پشت هم اندازی زیاد لازم دارد. پس از این همه خدمت لابد وقتی حضرت اشرف سردار سپه اعلی حضرت رضا شاه شود، بناچار کمترین پاداش مرد لایق خدمتگزاری مثل آیروم نخست وزیری خواهد. آیروم در کش و قوس این خیالات شب را روز می کرد و هر روز انتظار تلگراف مرکز را می کشید. بالاخره تلگراف رسید، ولی به عکس توقع و انتظار او به جای مقام نخست وزیری او را جزء افسران احتیاط انداختند. زندگانی قلبی آیروم. محرک اصلی تمام کارهای ما دو چیز است، یکی شهوت و دیگری میل بزرگی. فروید. وقتی یادداشت‌های راجب داور به نیمه رسیده بود، شبی در باشگاه ایران در وسط جشن عروسی آقای مصطفی فاتح که مرد زیرک و نکته سنجی، یقم را گرفت و در ضمن تعارف تمجیدآمیز نسبت به بازیگران عصر طلایی ملامتم نمود که چرا از زن گرفتن داور صحبتی کردم و چرا وارد زندگی خصوصی اشخاص شدم. از این حرف مخصوصا از دهان آقای فاتح که خودش اهل کتاب و مطالعه است تعجب کردم. تعجبم خیلی زیادتر شد وقتی دیدم آقای سهیلی هم در ضمن اظهار لطف
گفته آقای فاتح را تایید نمود و دو سه نفری که دور ما بودند همه تصدیق کردند. بعدن چندین نفر دیگر از رفقا همین ایراد را به این یادداشت‌ها گرفتند و تکرار این موضوع ملتفتم کرد که طرفداران این عقیده زیادند. این است که به خاطرم رسید اگر قبل از اشاره به زندگی قلبی آیروم این موضوع را روشن کنیم، هم ممکن است رفع گله دوستان بشود و هم مطلب بهتر آشکار گردد. حالا ببینیم این رفقا چه میگویند. به طور خلاصه ملامتشان این است که چون بازیگران عصر طلایی فقط شامل کسانی که هر یک به نحوی نقشی در زندگی اجتماعی و سیاسی این کشور بازی کردند، بنابراین فقط زندگانی سیاسی و جنبه عمومی کارشان باید مورد انتقاد قرار گیرد و زندگی فامیلی و خصوصی آنها متعلق به خودشان است. پس از نزاکت ادبی دور است که انسان قسمت‌های خصوصی اشخاص را که به نظر آنها ابداً ربطی با کار رسمی ندارد آشکار کند. اعتراف می‌کنم که این استدلال تا اندازه‌ای ظاهراً صحیح به نظر می‌آید. یعنی اگر مثلا کارمند اداره‌ای تمام روز وظیفه اداری خود را به خوبی انجام می‌دهد، به رئیس مربوط نیست که او را برای پوکر بازی کردن شبش ملامت کند یا از او مؤاخذه کند که چرا به جای زن عقدی زن صیغه گرفته. در این قبیل موارد است که گفتند زندگانی خصوصی اشخاص ربطی به دیگران ندارد و بدی و خوبی زندگی خصوصی را نباید دلیل بدی و خوبی کار و شغل اجتماعی دانست. تازه در این هم خیلی حرف است. ولی وقتی صحبت از نمایاندن خصوصیات اخلاق اشخاص است و بیوگرافی کسی را می‌خواهند مختصراً یا مفصلاً نشان بدهند، نه تنها زندگی خصوصی را نمی‌شود پرده پوشی کرد، بلکه به عکس عامل مهم شناختن قیافه اخلاقی اشخاص زندگانی خصوصی آنهاست. هیچ بیوگرافی هم غیر از این به شما نخواهد گفت و بهترین گواه این عرضه‌بنده کتاب‌هایی است که استادان این فن نوشتند. شرح معاشقه لوئی‌ها، بیوگرافی‌های مختلف ناپلئون، زندگانی دانته که قسمت عمده آن شرح عشق این فیلسوف است نسبت به بیاتریس، زندگانی بتهوون و گرفتاری‌های قلبیش، شرح گرفتاری لینکن با عیالش و غیره و غیره. حتی تا سده اول مسیحی هم که بالا بروید غیر از این نمی‌بینید و شاهد کامل آن کتاب زندگانی مردان شهیر است که پلوتارک مورخ و مورالیست یونانی نوشته. از اینها گذشته اگر اصولاً حرف و تئوری فروید را کمی هم باور داشته باشیم و اقلاً تا اندازه‌ای معتقد بشویم که محرک اصلی تمام کارهای ما یا شهوت است یا میل بزرگی، در این صورت چطور ممکن است یک چنین عامل مهمی را که ما زندگی خصوصی نام می‌دهیم از تصویر اشخاص محو نماییم؟ آیا مکرر جنگ‌های بزرگ و کشورگشایی‌های تاریخی برای خاطر یک زنی وارونه نشده است؟ باید دانست که مردمان مشهوری که مسئولیت کارهای عمومی را به عهده می‌گیرند، زندگانی عمومی و خصوصیشان هر دو متعلق به عامه می‌شود. به این معنی که ملت در کیفیت هر دو نظر و مراقبت می کند و حق هم دارد، تا حدی که در عروسی آنها هم که به موجب تمام قوانین کاری شخصی و خصوصی شناخته شده است دخالت می نماید و اگر اینطور نبود آیا می توانستند سلاطین را به ازدواج سیاسی ترغیب کنند؟ آیا مثلا مازارن می توانست در پیمان صلح پیرینه که با اسپانیولی ها بست یک ماده رسمی و مهم آن را ازدواج شاهزاده خانم ماری ترز با پادشاه فرانسه قرار بدهد؟ در عهد خودمان همین قصه مادام سیمپسون را مگر فراموش کرده اید؟ خلاصه در این هیچ شکی نیست که مردم به زندگی خصوصی اشخاص مشهور علاقه‌مندند و آن را در کارهای رسمیشان دخیل می‌دانند و کاملا هم حق دارند. حالا برگردیم به سر آیروم و ببینیم تأثیر زندگانی احساساتی و قلبی او در کارهای رسمیش چه بود. در قسمت اول این یادداشت‌ها در حال عبور تذکر مختصری راجع به عمل جراحی که آیروم در روسیه تحمل کرد دادم و در اینجا
ما انسانهایی که خود را اشرف مخلوقات می‌خوانیم و دنیا را از باد نخوت و ادعای خود پر می‌کنیم، باید با کمال سرشکستگی به یک حقیقت خجالت‌آوری اعتراف نماییم و آن این است که این دستگاه عقل و شعور ما که سالها با منطق و ریاضی و علوم دیگر رفته رفته پرورش می‌یابد و با آن این همه افتخار می‌کنیم، در کمال آسانی دست خوش کوچکترین تغییرات شیمیایی بدنمان می‌باشد، تا به جایی که عده‌ای معتقدند قضاوت عقل و چگونگی احساسات ما روزی که مثلا تروب و آشرشته زیاد خورده ایم به کلی فرق دارد با روزی که فقط به نان و پنیر اکتفا و قناعت نموده ایم. تا چه رسد به اعمال عجیب و غریب تحولات غده‌های داخلی که آنها را پزشکان گلاند اندوکرین می نامند. می گویند این غده‌ها که یکی از مهمترینشان غده‌های رجولیت می باشد، دائما یک نوع مایعی تهیه کرده و در خون می ریزند. تأثیر شیمیایی این مواد گذشته از تحولات بدن در کیفیات معنوی انسان هم دخالت زیاد دارد و علما عقاید بسیار قابل توجهی اظهار می کنند که البته از بحث ما خارج است. مثلا می گویند شهامت و سخاوت و فداکاری و راستی یک مردی وابستگی نزدیک به اعمال این قده ها دارد و می گویند به همین جهت است در بین خواجه ها که فاقد بعضی از این قده ها هستند هرگز یک پهلوان مشهور در هیچ رشته‌ای پیدا نشده است. هرگز در آنها حس فداکاری یا حس شهامت غیرعادی مشهود نگشته است. موضوع این که تا چه اندازه می شود برای این عقاید اعتبار قائل شد مسئله است که برای خیلی ها هنوز حل نشده و به قول دکتر الکسی کارل، علم بشر هنوز به الفبای مجهولات این وجود اسرارآمیز هم که انسان باشد پی نبرده. ولی در هر حال آنچه علمن و عملن مشهود می باشد این است که فقدان یا چگونگی این قده ها در جسم و در عقل انسان بی تأثیر نیست و به قراری که مطلعین و نزدیکان آیرون می گویند، این شخص پس از عمل جراحی در روسیه فاقد مهمترین غدد بدن خود گردید. ولی عیب اینجاست که حس زندوستی در او باقی ماند و چگونگی این موضوع از لحاظ مطالعه روانشناسی کاملا قابل توجه است. احساسات قلبی آیرون. کفاره کسانی که زنهای بسیار دوست داشتند این است که آنها را همیشه دوست خواهند داشت. آندره مروا. هر کسی این موضوع را بشنود حق دارد تعجب کند و مطلب به نظرش ضد و نقیض بیاید. ممکن است با کمال حسن نیت به من ایراد کنند و بگویند این که تو می نویسی آیروم هم خواجه بود و هم زن دوست حقیقتاً کوسه و ریشه پهن است. برای توضیح این مطلب باز باید دست به دامن روانشناسی و قواعد مرموز آن بشویم و در مقابل جمع این دو حقیقت مخالف ولی مسلم، علل مخفی ارتباط و یگانگی آنها را معلوم نماییم. انصافاً باید تصدیق کرد که آدمی را که بی اشتهاست و اصلا معده ندارد مشکل می شود باور کرد که در غذا حریص باشد. ولی ببینیم روانشناسان چه میگویند. متخصصین علم آموزش و پرورش یک اصطلاحی از روانشناسان قرض کردند که خیلی به دردشان میخورد و در پیشرفت مقصودشان تأثیر زیادی دارد و آن چیزی است که بین خودشان آن را پیلی پسیشیک مینامند و من چون لغت دیگری به خاطرم نمیرسد آن را چین روحی ترجمه میکنم. این آقایان میگویند همانطوری که پارچه ای را میشود تا زد و در آن خطی مثلا خط شروال باقی گذاشت که به زودی محو نشود، همانطور هم در احساسات انسان
می شود تاهایی به وجود آورد و با اتوهای مخصوص خط و چینهایی ایجاد نمود که مدتها باقی بماند. تمام سر آموزش و پرورش در همین تا زدن است. تمام دیسیپلین محکم نظام که با یک حرف هزارها آدم جاندار و آزاد فکر را بی تأمل جلوی باران مرگ می فرستد در همین چینهای روحی است که مربیان در طی سالهای دراز با اتوهایی که نامشان مقررات و اطاعت امر مافوق و وطن پرستی و امثال آن است در قماش احساسات سربازان ایجاد نمودند. خلاصه از این مبحث فوق‌العاده جالب توجه فعلا می گذریم و به همین اشاره اکتفا می کنیم و فقط یک نتیجه می گیریم و آن این است که اگر دوام و تکرار یک موضوعی چین به احساسات کسی بیاندازد، وقتی اصل آن موضوع هم از بین برود باز مدتها آن چین بر جا خواهد ماند. عیناً همین قضیه در احساسات قلبی آیروم دیده می شود. به این معنی که آیروم در ابتدای جوانی مردی بود خوشقامت، خوشصورت و خیلی مجلس‌آرا و خوشمعاشرت و یک شعله شدیدی هم که به ارث از خون اجدادش به او رسیده و حرارت جنسی در او ایجاد نموده بود باعث سوکسه او نزد زنها شده و در نتیجه او را به دوست داشتن زنهای زیاد و مختلف ترغیب نموده بود. تکرار زیاد این معاشرتها تای عمیق و محکمی به احساسات او زد و زندوستی جزو پیلی پسیچیک او شد تا وقتی که عمل جراحی اصل موضوع و وسیله اعمال این چین را از بین برد، ولی خود چین یعنی عادت زندوستی در او باقی ماند. نظیر این قضیه زیاد دیده شده و مخصوصا در پیرمردان هر روز مشاهده می شود. یقین دارم خود شما که این سطور را می خوانید حتما یکی دوتا پیرمرد را می شناسید که این روزگار سنگ دل میل محبوب بودن را در دلهای آنها با شدت باقی گذاشته، ولی وسایل محبوب شدن را از آنها گرفته است. این جز همان چین روحی چیز دیگری نیست. آیروم هم به همین علت که عرض شد پس از عمل جراحی باز جدن طالب معاشرت زنهای زیبا مانده بود و نکته رقتنگیز اینجاست که نمیدانم دیگر چرا به محبت ساده و خواهرانه آنها اکتفا نداشت و میخواست حتما برق عشق را در دیده آنها ببیند. اینجاست که تشویش و طوفان درونی او که هیچ کس از آن خبر نداشت انسان را به رقت میاندازد. عیناً تشنه ملتهبی را در نظر بیاورید که دهانش دوخته باشد و آب زلال و گوارایی را به لبهای خود ببیند ولی نتواند بنوشد. یک چنین بدبختی بزرگ دائمی قلب هر آدم سلیم و نفس نودوستی را هم مکدر و خشک می کند. یک چنین آدمی به نوع بشر بخل و کینه می ورزد و حتی به سعادت جنسی هر حمالی هم حسادت می ورزد. چنانچه غالب پیرزنان بی سواد و تربیت اخلاقی ندیده هم همیشه نسبت به جوانان کینه ورزی و حسادت می کنند و هر جا دستشان برسد به نام صلاح اندیشی و خیرخواهی زندگانی را بر آنها تلخ می نماید. نکته ای را که در بالا عرض شد از دو راه و به دو علت به جاه طلبی و بزرگ دوستی آیروم افزود. یکی به علت گفته فروید به این معنی که چون او می گوید محرک اصلی تمام کارهای ما یکی شهوت است و دیگری بزرگی طلبی، ناچار اگر یکی از این دو از بین رفت نیروی خود را به دیگری می دهد و بنابراین همانطوری که از دست دادن باسره حس لامسه را زیادتر می کند همانطور هم طبیعی است که زائل شدن قوای شهوانی آیروم حس جاه طلبی او را بیشتر نماید. علت دوم که عوامل سخت دلی و تکبر و مال دوستی او را نیز نشان می دهد این است که چون آیروم از حیثی که گفتیم خود را ناقص و پست تر از دیگران می دید این نقص و کوچکی خود را می خواست با تمول و تشخص و تکبر جبران کند.
و در این راه از هیچ جدیت و حیله و پشت هماندازی و اجحاف خودداری نمی نمود. حسابش هم درست بود، زیرا در دل لطیف قالب خانمهای معمولی، خیلی معذرت می خواهم، جای عشق را هیچ چیز بهتر از جاه و جلال و تمول نمی گیرد. آیروم دژبان مرکز. تا موقعی که خیلی قوی نیستی باید خیلی نرم باشی. مسئله فرانسوی. بعد از اینکه آیروم از آذربایجان به مرکز احضار شد و جزء افسران احتیاط به گوشه ای افتاد، مدتی بیکار ماند. در بیکاری تجدید نظر دقیقی در طرز عمل خود نمود و نقشه مرتبی برای آتیه کشید. در آن نقشه 4 منظور را نقطه اصلی قرار داد. نقطه اول این بود که به هر قسمی شده به مرکز منحصر قدرت نزدیک شود. نقطه دوم این که نقاط ضعف ارباب را به دست آورد تا بتواند رفتار خود را کاملا بر وفق آن منطبق نماید و محبوب شود. سوم این که تمام کسانی را که به هر عنوانی ممکن است نفوذی در شاه داشته باشند از دور او دور کنند. چهارم این که به محض به دست آوردن فرصت جیب خود را به سرعت پر کرده و بعد گلیم خود را از آب کشیده و فرار نماید. آیروم با یک چنین نقشه و برنامه‌ای در گوشه نشست و منتظر فرصت شد و مطمئن بود که این فرصت به زودی به دست خواهد آمد، زیرا از مطالعه دقیقی که در سیاست شاه نسبت به سرجنبانان ارتش به عمل آورد، یک نکته مهمی به طور خیلی روشن برایش واضح گرد و آن این بود که شاه هم به پیروی قالب سیاستمداران مطلق العنان گذشته اصرار داشت بین امرای سپاه تفرقه بیندازد تا بر آنها بهتر حکومت کند. بنابراین یقین داشت که شاه برای جلوگیری از قدرت و نفوذ افسران ارتش دیگر متصل شاخهایی می تراشد و در مقابل همان شاخها شاخهای دیگری به وجود خواهد آورد و در این صورت به ناچار مجدداً نوبت اشتغال او هم خواهد رسید. همینطور هم شد. یک روز که آیروم در کش و قوس نقشه خود چرت می زد، او را احضار کردند و به ریاست دژبانی منصوبش نمودند. ریاست دژبانی بعد از فرماندهی شمال و آذربایجان انصافاً کار مهمی نبود. ولی کار مهم چیست؟ در رژیم‌های دیکتاتوری متأسفانه کار مهم فقط کاری است که مردم از آن بترسند. و این هم برای اشخاصی نظیر آیروم زحمت زیادی نداشت. در رژیمی که با یک کاغذ بی امضا بشود یک دودمانی را برباد داد، هر صاحب زوری که دهان وجدانش را بدوزد با ترسانیدن مردم به سهولت موفق می شود. حضرت اجل سرتیپ آیروم رئیس دژبانی اول کاری که کرد این بود که به اطراف چشم انداخت تا ببیند چه کسانی در شاه نفوذ زیاد دارند. 2 نفر را از همه نزدیکتر و با نفوذتر دید. یکی آقای فرج الله بهرامی دبیر اعظم که رئیس دفتر مخصوص بود و دیگری آقای سرتیپ مرتضاخان یزدان پناه. باید هر طور شده با اینها دوست شد و از خطر احتمالی آنها محفوظ ماند. آیروم می دانست که چون این 2 نفر هر 2 اشخاص راست و جوانمردی هستند، ناچار اگر با کسی طرح دوستی ریختند دیگر برخلاف آیین دوستی اقدامی نخواهند کرد. بنابراین با چرب زبانی و حسن معاشرت در مدت کمی دل رئیس دفتر مخصوص و رئیس لشکر اول را ربود و با آنها ششدانگ دوست شد. هفته چند روز با هم بودند و کم کم محرم یکدیگر گشتند. رئیس دژبانی از این مرحله لازم اولی که فارغ شد، در صدد نزدیک شدن به مرکز قدرت برآمد. یک رئیس دژبانی به چه وسیله میتواند صمیمیت خود را به فرمانده کل قوا برساند و او را جلب کند؟ فقط به وسیله خدمات برجسته و خوشخدمتی.
ولی بدبختانه در دژبانی مورد زیادی برای خدمات برجسته نیست. چه باید کرد؟ باید دید نقطه ضعف شاه چیست و از چه چیزهایی خیلی خوشش می آید. کوچکترین توجهی جواب این پرسش را روشن می کرد و آیرون فوری دریافت که خبرچینی و جاسوسی مستقیم ترین راهی است که او را به قلب فرمانده کل قوا هدایت خواهد کرد. هیچ چیز نزد سلطه طلبان مثل جاسوسی و خبرچینی محرمیت ایجاد نمی کند و این نکته را حتی خانم باجی ها و فاطمه سلطان ها هم خوب می دانند. خوشبختانه از 1000 نفر شاید 1 نفر پیدا شود که به حرف نمامان گوش ندهد و آنها را خیرخواه و محرم نداند. آیرم در این دوستی ششدانگش با یزدانپناه و بهرامی سعی کرد از آنها حرف بکشد. ابتدا خودش با کمال مهارت شروع کرد به عیب‌جویی از شاه و ایرادات به جا گرفتن و دلسوزی برای مملکت. قلب پاک سرتیپ یزدانپناه، این سرباز حقیقتاً وطن پرست که هرگز تصور این گونه خیانت ها هم از خاطرش عبور نمی کرد، کم کم در نزد دوست محرمش باز شد و با کمال انصاف هر جا ایرادات به نظرش صحیح می آمد تصدیق می نمود و این عمل را یک انتقاد بی‌طرفانه و منصفانه می پنداشت. ولی دبیر اعظم که کمتر کلمه ای را وزن نکرده بیرون می دهد و گفته هایش هم مثل نوشته هایش از روی تدبیر و تعمق مرتب می گردند، فقط به سکوت اکتفا می نمود یا احیانا اگر هم حرفی می زد نظر به احساسات شدیدی که در آن موقع نسبت به شاه داشت، معایب کوچک را در مقابل نتایج بزرگ به چشم اغماز می نگریست. آیرم با دقت تمام گفته های این دو دوست محرم را به قول زنها گوشه چارقدش می پیچید و مرتب با آب و تاب زیاد به شاه می رسند. محاکمه آیرم. هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بدگویی از غائبین همیشه کم و بیش در شنونده تأثیر دارد، مخصوصا اگر شنونده رئیس یا پادشاه باشد و مخصوصا اگر آن پادشاه بدگمان شود. به همین جهت هم نمامی آیرم که با کمال مهارت انجام می گرفت در دل شاه تأثیر زیاد کرد و سخت برآشفت. چطور و به چه جرأت یزدانپناه و بهرامی به خود اجازه داده اند که از کارهای او خرده بگیرند و انتقاد کنند؟ مگر نمی دانند که در این موارد انتقاد یعنی خیانت؟ مگر نمی دانند که برای فرماندهان مطلق بحث در حکمی به منزله سرپیچی و طغیان است؟ خیر خیر، حتما این اشخاص ولو هر قدر هم صمیمی و درست کار و وطن پرست باشند باید شدیداً متنبه شوند تا عبرت دیگران نیز بشوند. زیرا اگر این مردمان پرمدعای ایران که هر یک خود را سقراطی می دانند زبانشان به عیب‌جویی باز شود، دیگر جلوی آن را نمی شود گرفت. به علاوه فرماندهان به خوبی می دانند که اصولاً اجازه مباحثه از نفوذ و قدرت حکم می خواهد. فرمانده کل قوا حکم داد که جلسه محاکمه تشکیل دهند و به این کار رسیدگی کنند و ضمناً چون درست کاری و وظیفه دوستی سرتیپ یزدانپناه طرفدار و معتقد زیاد داشت و گرفتاری او تنها ممکن بود دوستان او را که غالباً مردمان مؤثری بودند مأیوس یا خشمگین کند، شاه دستور داد خود آیرم را نیز به محاکمه بکشند و ضمناً از دبیر اعظم هم تحقیقاتی بنمایند. نظر شاه از این محاکمه تنها رسیدگی نبود، چون اگر فقط روشن شدن مطلب را می‌خواست در کمال خوبی می‌توانست امر دهد مخفیانه به وسیله خبرچینان دیگر حاق مطلب را به دست آورند و اگر واقعاً قضیه به ثبوت می‌رسید این گناه کوچک را به پاس خدمات بزرگ گذشته آنها می‌بخشید، یا فقط
به گوشمالی خفیف خصوصی اکتفا میکرد، ولی خیر، او در درجه اول علاقمند بود به اینکه از طلابت خود باز نمونه‌ای نشان دهد تا مردم فراموش نکنند که هرچه هست از اوست و مبادا کسی شخصیتی برای خود این آقایان قائل شود. و مطلب مهم دیگر این است که باید در اطراف این قضیه سر و صدا بلند شود، باید همه افسران بشنوند و معاینه ببینند که بدگویی و انتقاد از کارهای نابغه ها چه مجازات سختی دارد. باید کم کم یک قسم وهم و ترس از یک عقوبت نامرئی تمام فضای ایران را بگیرد تا کسی در پیش زنش هم قدرت انتقاد و اعتراض نکند. افسوس که این پادشاه ایران مدار وطنها متوجه نبود و نشنیده بود که حکما گفتند هیچ چیز روح مرد را مثل وهم و ترس پست و زبون نمی کند. خلاصه سلشگر عبدالله امیر طهماسبی که حساب خورده‌ای با متهمین مخصوصا با دبیر اعظم داشت و سابقا در محکمه‌ای با آرای آنها محکوم شده بود، مأمور گردید که محکمه‌ای به ریاست خودش تشکیل دهد. محکمه تشکیل شد و پس از طی مراحل قانونی که شرح مفصل آن را انشاء الله به مناسبت دیگری در همین کتاب خواهم نوشت، خود آیروم هم مدتی توقیف و تحت نظر گرفته شد تا بالاخره به عنوان معالجه موفق گردید اجازه گرفته به فرنگستان برود. آیروم این دفعه که به شرح فوق از بند جست، پیش خود خط و نشانهای زیادی کشید و اگرچه این بار موفق نگردید نقشه ماهرانه خود را که در صفحه پیش خواندید کاملا عملی کند، ولی معذالک این پیش آمد تجربیات مفیدی به طرز عملی ساختن آن نقشه افزود. مثلا فهمید که حسابش درست بود و یکی از حساس ترین نقطه های ضعف شاه حقیقتا اشتیاق به شنیدن خبرچینی و جاسوسی است. دیگر اینکه این تجربه استادش کرد و این محاکمه ذهنیش نمود که بدون مدرک کتبی جاسوسی نکند. باید به هر قسمی هست مدرک کتبی از اشخاص به دست آورد. اگر این دفعه دستش به دم گاوی بند شد، دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد نمود و مدارک کتبی را مشت مشت به دست خواهد آورد. و اگر هم به دست نیامد و مدرکی اصلا وجود نداشت، باز هیچ اهمیت ندارد، زیرا یک آدم باهوش و با عرضه‌ای البته میتواند با وسایل علمی جدید مدرک خلق کند. با این خیالات در پایتخت‌های آلمان و بلژیک و فرانسه چندی گردش نمود و خستگی در کرد و خود را برای مبارزه موقع مناسبتری آماده ساخت. در همان موقع من در بلژیک بودم و اتفاقا یک روزی که در سالن سفارت ایران منتظر آقای بهمن بودم، برای اولین مرتبه به زیارت سرتیپ آیروم نائل شدم. یعنی یک مرتبه پیش خدمت در را باز کرد و مرد بلند قامت نسبتاً تنومند موقری وارد شد. من همین که از صحبت او با پیش خدمت فهمیدم که اهل ایران است، بدون اینکه او را بشناسم از ملاقات یک هموطن تازه رسیده قلباً مسرور شدم. کسانی که چندین سال متوالی در خارج از وطن گذرانیده‌اند بهتر می‌فهمند من چه می‌گویم. و بدون آشنایی با او بنای صحبت و احوال پرسی را گذاشتم. او هم با مهربانی و با طرز مؤدب و یگانه‌ای با من ناشناس برخورد کرد و این ادب و مهربانی هموطن نورسیده همینطور ادامه داشت تا وقتی که آقای بهمن از کار دفتر خود فارغ شد و به سالن آمد و مرا به حضرت اجل سرتیپ آیروم معرفی کرد. فقط آن وقت یک مرتبه از شنیدن اسم حضرت اجل تغییر محسوسی در طرز رفتار و گفتارش ظاهر شد. طوری یک چشمش را هم گذاشت و با انگشت وسطی پیش خدمت را با منتهای تبختر صدا کرد
و بعد مثل اینکه در سالن کسی نیست از جا برخاست و به راست و چپ قدم زنان به تماشای تابلوهای زیاد سالن پرداخت. ریاست شهربانی آیروم. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. سعدی. آیروم پس از مدتی معالجه وقتی از فرنگستان به ایران برگشت، مردی بود دارای نقشه و برنامه مرتب و معینی. نواقص نقشه خود را با تجربیات گذشته چنان در مدت مسافرت دومش به اروپا با دقت حک و اصلاح کرده بود که تقریبا از نتیجه آن می توانست مطمئن باشد، چنان که در آلمان جسته به بعضی محارم این مطلب را سربسته گفته و ادعا کرده بود که این دفعه همین که دستش به عرب و عجم بند شود دیگر مثل گذشته نخواهد بود. پس از مراجعتش به ایران مدتی در تهران می پلکید و منتظر فرصت بود. تنها تنوع اتفاقات زندگانی آن مدتش این بود که گاهی او را به عنوان بازرس به ولایات می فرستادند. او هم با حسن استقبال فوری مأموریت را انجام می داد و بعد با کمال حوصله گوش می خوابانید و می دانست که به قول الکساندر دوما، صبر و امید دوتا از مهمترین عوامل موفقیتند. در حین یکی از همین بازرسی ها، موقعی که آیروم در غرب ایران بود، روزی تلگرافی به او می رسد و او را به عجله به تهران احضار می کند. قطعا خبر خوشی است و خبر مهمی است و این از فوریت آن پیداست، زیرا اگر مهم نبود می‌گذاشتند کار بازرسی غرب تمام شود بعد او را می‌خواستند. آقای سرتیب آیروم بازرسی بیفایده خود را نیمه کاره گذاشته با شتاب به تهران آمد و بر مسند ریاست شهربانی نشست. به خود گفت رفیق، این دفعه دیگر نباید خبط بکنی، باید مثل فرمانده قشون نقشت را روی میز گذاشته و از روی حساب دقیق قدم به قدم پیش بروی. باید اول نقطه های حساس جلب اعتماد شاه را کاملا به دست آوری و بعد از پرتو قدرت او هر آتشی دلت میخواهد در ایران بسوزان. آیروم این قول و قرارها را با خود گذاشت و با یک چنین نیت قطعی سوار کار شهربانی گردید و باید انصافاً تصدیق کرد که در انجام برنامه و نقشه خود نه کهولت کرد و نه اشتباه، یعنی از همان ابتدای ریاست شهربانی با کمال مهارت و جدیت به کار پرداخت و این فرمانده نظامی قشون فکر و اقدام خود را به 4 ستون تقسیم کرد و یک مرتبه به طرف 4 نقطه امر به پیشروی داد. روزنامه ها را شلاخ کش به مداحی و مبالغ و گویی واداشت. زن و مرد و پیر و جوان و دوست و قوم را بر ضد یکدیگر به جاسوسی و خبرچینی ترغیب نمود. با پشتکار کاملی املاک مردم را گرفته و متصل در دهان گشاد اداره املاک اختصاصی ریخت و با همان جدیت و پشتکار ساختمان‌های بسیاری پشت سر هم از زمین جوشانید و ردیف کرد و قسمت مهم پول آنها را به مردم و به شهرداری‌ها و غیره تحمیل نمود و فقط 10-1 قیمت حقیقی را به حساب شاه آورد. آیا مأموری از این صدیق‌تر و کارمندی از او مفیدتر برای کشور شاهنشاهی پیدا می‌شود؟ باید خدمتگزاران را تشویق کرد و اقلن درجه سلشگری به او داد. همینطور هم شد و کمی بعد در نتیجه این خدمات برجسته رتبه آیروم بالا رفت و به ارتش ایران 1 سلشگر دیگر اضافه گردید. حضرت اجل سلشگر محمد حسین آیروم رئیس کل شهربانی و رئیس حقیقی اداره املاک اختصاصی و رئیس واقعی شهرداری و مالک الرقاب جان و مال مردم و لولوی تمام وزرا در مدت کمی چنان محبوب و مورد اطمینان شاه شد که احتمال هیچ گونه خطری برایش نمی رفت، زیرا این فرمانده نقشه‌کش هیچ نکته‌ای در طرح خود فراموش نکرده و از قلم نینداخته بود. به خصوص
از متد و رویه رجال سیاسی ایران که خودش به چشم دیده بود پند گرفته و آنهایی را که میپسندید در نقشه خود اصلاح و تکمیل مینمود و به کار میبست. از تیمورتاش آموخت که چگونه باید همه را از دور شاه دور کرد تا نفسی جز نفس خودش به او نرسد. و اتفاقا این کار را از خود تیمورتاش که قوی ترین رقیبهایش بود شروع کرد و بعد سردار اسعد و قوام و دیگران را یکی یکی به راست و دروغ مورد تهمت قرار داد. بعضی را به زندان انداخت، برخی را به کشتن داد و عده‌ای را به تبعید فرستاد. خلاصه شاه را که طبعاً زنین بود صد بار زنین تر کرد. از نصرت الدوله آموخت چگونه ملت ایران را باید تحقیر کرد و تمام صفات بد را به آنها نسبت داد و سر سوزنی نفع مردم را منظور نداشت و اصولاً ایرانی را نسبت به خودش بی اعتماد و زبون ساخت تا خوب سواری بدهد. از درگاهی یاد گرفت چطور می شود پرونده ساخت و بیگناهان را به جای گناهکاران قلمداد نمود و به این وسیله دشمنان را دم چک داد. خلاصه رویه و اسلوب استادان فن را گرفته و آنها را تکمیل نموده و پس از آن با مهارت قابل تمجیدی به کار بست. شاهکار آیرون: نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. آیرون تمام محکمکاری های لازم را برای دوام مرحمت شاه کرد و تمام عواملی را که ممکن بود مخالف او باشند یا از بین برد و یا در اختیار در آورد. روزنامه ها را مهار کرد، زبان مردم را با رواج شدت جاسوسی برید، نامه ها را سانسور کرد و حتی برای هر صندوق پستی یک مأمور گذاشت. جاسوسان مخفی خود شاه را پخت یا مغذوب ساخت. فقط یک محیط کوچکی باقی مانده بود که در آنجا راه نداشت و اتفاقا این محیط کوچک عامل مؤثر و بسیار خطرناکی ممکن بود بشود، زیرا در آنجا تیغ آیرم نمی برید و فقط افراد آن محیط بودند که می توانستند به شاه حرف بزنند. باید هر طور هست این یکی را هم در اختیار آورد و در آن نفوذ کرد. البته حدس زدید که غرضم محیط اندرون است. تنها این یک جا در ایران تا اندازه‌ای از کنترل او خارج مانده بود. برای نفوذ در آنجا فکر معالندیش آیرم بهترین راه حل را پیدا کرد و آن عبارت از این بود که خواهر ملکه را برای پسرش عروسی کند. شاه هم از این قضیه بعدش نیامد و به عکس خوشبخت شد، زیرا پیش خود فکر کرد که این وصلت قطعا موجب بستگی و صمیمیت حقیقی رئیس شهربانی نسبت به خاندان سلطنت می گردد و در رژیمی که دائم با وسایل و تدابیر خاص باید قدرت را نگه داشت، تنها مأموری که باید گذشته از ترس حتما صمیمی و زینف هم باشد همان رئیس شهربانی است. وصلت انجام گرفت و آیرم از این بابت هم خیالش راحت شد. حالا باید در کمترین مدت ممکن بیشترین ثروتی که به دست می آید رو بود و تا ستاره اقبالش شروع به غروب نکرده در رفت، زیرا با تمام این محکمکاری ها باز هم هیچ اعتباری به دوام مرحمت شاه نیست. این شخص بشر است و از گوشت و خون و استخوان و رگ و پی ساخته شده و به یک چنین ماشینی که با همه عظمتش فقط نیش یک حشره کوچک میتواند از کارش بیاندازد و چند گیلاس نوشابه عقل و اراده آهنینش را زایل کند، نباید اعتماد داشت. به علاوه
نمونه های گذشته بهترین درس عبرت است. خیر، خیر، حتما نباید به این جاه و جلال و مراهم موقتی غره شد و باید فقط از آن استفاده کرد. جیب را پر نمود و تا فرصت باقی است فرار کرد. آیرم دست را بالا زد و به روی این سفره پر نعمت افتاد. از هر جا پولی در می آمد پنجه‌اش را تا بازو فرو کرد. از گذرنامه ها پول می گرفت و هم دستانی برانگیخت که از هر کس مایل به رفتن به کربلا یا نجف است پولی گرفته و پروانه صادر کند. هر جا سهام خوبی سراغ کرد با تهدید یا آنها را مفت می گرفت یا به ثمن بخس می خرید و به طریق دیگری آنها را به اسکناس تبدیل می نمود. من از خود قوام الملک شنیدم که به چه طراری مقدار زیادی سهام او را در موقعی که تحت نظر بود غصب نمود. چند نفر آتشبیار از قبیل امیر سپاهی ماجور فضل الله خان درست کرد که آنها به نام شرکت‌هایی که ساخته بودند درآمدهای غیرعادی به چنگ می‌آوردند و قسمت عمده آن را به جیب آیرم می‌ریختند. از مقاطعه کاران راهسازی و بناسازی شمال به عناوین مختلف تلکه می شد و از این بابت مرتباً درآمد سرشاری داشت. آجرها و مصالح شمال را عملاً انحصار خود کرده بود، یعنی هرچه بود به قیمت ارزان می خرید و به تمام ادارات دولتی شمال که ساختمانهای دائمی داشتند به بهای گزاف می فروخت. در کالاهای قاچاق شرکت می کرد. به اسم دربار پروانه ورود کالای ممنوع را از اداره تجارت می گرفت و آنها را به قیمت گزاف به بازاریان می داد. جواهر قیمتی هر جا سراغ می کرد به خواهش و به تهدید و به هر قسمی بود می گرفت و در این موضوع به طوری صراحت داشت که موضوع و محمل هم نمی چید. مثلا روزی شنید که خانم یکی از آشنایان بنده آقای ه الف انگشتر الماس بسیار زیبا و گرانبهایی دارد. فردا شوهرش را خواست و او را وادار به تقدیم آن انگشتر نمود و به قراری که خود این آقا چند روز پیش به من میگفت آن انگشتر بهای امروزش از 500,000 ریال تجاوز میکند. خلاصه با یک رشادت و جدیت قابل توجهی به قول بچه ها دلوپی مشغول بلعیدن شد. در خلال این مدت چند دفعه سوء ظن بی حد شاه متوجه خود او هم گردید و نزدیک بود پیش از این که از این خان یغما سیر شود گلویش را بگیرند. ولی آیرم با مهارت تمام هر دفعه موضوعی را پیش می کشید و حسن خدمت برجسته‌ای نشان می داد و شاه را به آن موضوع مشغول می کرد تا کار خودش تمام شود. گاهی ملک قابلی برایش می خرید. گاهی جاسوس خطرناکی را کشف می کرد. یک مرتبه دسیسه سری مهمی را بر ضد شاه جعل می کرد و اطلاع می داد و هر دفعه هم مدرک مثبت کتبی زمینه می نمود که جای هیچ گونه تردیدی برای شاه باقی نماند. ممکن است شما خوانندگان این را مبالغه تصور کنید و بگویید چطور می شود همیشه چند دسیسه مهم خطرناک به طور یدکی در انبار داشت و در موقع لزوم یکی از آنها را با مدرک کتبی بیرون آورد. اعتراض شما به جاست، ولی برای آیرم، یعنی برای کسی که جان و مال و حقوق دیگران در نظرش قیمتی ندارد و قدرت و وسیله هم برایش فراهم است، این قبیل اشکالات بچگانه به نظر می آید و با کمال بی‌اعتنایی آنها را حل می کند. مثلا می تواند از نامه های ساختگی که از مفاد آن بوی خون می آید عکس بردارد و آنها را منتسب به سردار اسعد کند و بعد با گزارش پر آب و تابی آنها را پیش شاه بفرستد.
اگر اتفاقا اصل آن نامه ساختگی را از او بخواهند، خواهد گفت این نامه جزو مراسلات پستی بوده که برای سانسور آنها را مخفیانه باز کرده و عکسشان را برداشته و خود آنها را به مقصد فرستاده ایم. یا میتواند گزارش هایی را که مأمورین میدهند اسامی و عبارات آنها را عوض کرده و یک راپورت قلابی بدون موضوعی برای شاه بفرستد و به این ترتیب هر کس را مقصود دارد دم چک بیاندازد. خایرم همه این کارها را با کمال بیپروایی انجام میداد و اشخاص بیگناه را به زحمت میانداخت. خوشمزه اینجاست که این موضوع را یکی از نزدیکان خودش کشف و ابراز کرد. تایروم مثل منجمی که نقشه آسمان را درست میکشد ولی زیر پای خود را نمیبیند، او هم زبان تمام ایران را بست و همه را به جاسوسی یکدیگر واداشت و حتی دم هر صندوقی یک مأمور گذاشت که مبادا یک نامه بی امضایی علیه او به شاه برسد، ولی غافل از این بود که همقطار نزدیک خودش مشیر همایون ممکن است مرد پاکی باشد و راضی به این قبیل کارها نشود. این مرد پاک دل که نه قدرت مقاومت با یک چنین رئیس طراری را داشت و نه دلش راضی به انجام این قبیل کارها می شد، متد خود رئیس را علیهش به کار برد، یعنی در صدد تهیه مدرک برآمد، ولی مدرک حقیقی نه ساختگی، و این کار به سهولت برایش میسر گردید، زیرا آیروم غالب گزارش ها را خودش اصلاح می نمود و به میل خودش اسم حسن را علی می کرد و آن علی بیگناه را به بدبختی می انداخت و بعد برای اینکه اثری از این عمل باقی نماند پاکنویس آن گزارش را به شاه می فرستاد و اصل آن را که به خط خود او حک و اصلاح شده بود در بخاری می انداخت. مشیر همایون در طی مدت موفق شد عده ای از این گزارش های اصلاح شده را از آتش نجات دهد و مدرک گزارش خود سازد. یک روز گزارش محرمانه‌ای به شاه رسید که تمام این مطالب به زمینه مدارک نیم سوخته در آن تشریح شده بود. شاه با اینکه قطعاً در حقانیت این گزارش و مدارک آن تردید نکرد، ولی با وجود این نمی‌دانم از روی چه سیاستی عین گزارش را پیش خود آیروم فرستاد و در نتیجه مجلس رسیدگی تشکیل شد و مشیر همایون مدتی توقیف گردید. اما آیروم که چشمش باز بود و خطر را نزدیک دید، فوری یکی از همان شاهکارها را به خرج داد و یک دسیسه مهم سیاسی را کشف نمود و باز مدتی ذهن شاه را به خوشخدمتی خود مشغول کرد. کم کم کیسه آیروم لبریز شد و موقع آن رسید که نتیجه این همه مدت زحمت و خدمتگزاری را بچشد. چه بکند؟ اگر همینطور شبانه فرار کند، ممکن است او را در سرحد دستگیر کنند و به علاوه به این طریق مال زیادی نمیتواند با خود جا به جا کند. باید طوری برود که در خارجه فرصت و وسیله مرتب کردن زندگی آتیه را داشته باشد. سابقا یک دفعه در حین مغضوبیت موفق شد به اسم معالجه به فرنگ برود. حالا که در حین محبوبیت است، البته بهتر موفق خواهد شد، ولی با این قضایایی که پیش آمده، گرچه ظاهرا مشیر همایون تنبیه شد و موضوع لوس گردید، ولی آیروم که سوء ظن شاه را می‌دانست و او را خوب می‌شناخت که چگونه می‌تواند سالها با کسی دشمن باشد و ظاهرا خود را به عکس نشان دهد، ملتفت بود که حتما نباید کوچکترین سوء ظنی نسبت به موضوع این مسافرت در دل شاه ایجاد گردد. پس از مطالعه زیاد راهی به خاطرش رسید که واقعا شاهکار حیلش شمرده می شود و آن این بود که یک روز صبح وقتی از خانه بیرون آمد، صدایش گرفت و دیگر در نیامد. پزشکان مجرب هر چه کردند مفید واقع نشد. مشاوره های طبی تمام بی نتیجه ماند.
و آیرون گزارش های خود را از ته گلو با وضع رقتنگیزی با خر و خر به شاه عرض می کرد. دل سنگ به حال این مأمور وظیف شناس جدی و کاری کباب می شد. پزشکان همه متفق القول تجویز کردند که آیرون فوراً باید به اروپا برود. بالاخره شاه هم اجازه داد. آیرون بار عزیمت را بست و در بندر پهلوی هم کلاه یکی دو نفر را برداشت و در کشتی نشست و به طرف بادکوبه حرکت کرد. هوای دریا یک مرتبه اعجاز نمود و بی مقدمه صدای آقای سرلشکر آیرون باز شد و به سلامتی به طرف اروپا رهسپار گردید. در روسیه باز هم احتیاط را از دست نداد و برای اینکه مبادا سوء ظنی ایجاد شده باشد تلگرافی به ایران فرستاد و با شکایت از بیچیزی مقداری پول از یکی از دوستان قرض خواست. ولی پس از رسیدن به آلمان فوری اتومبیل بسیار مجللی خرید و بیرق ایران را هم جلوی آن نصب کرد و با عنوان رئیس کل شهربانی کشور شاهنشاهی ایران با کمال تشخص و تبختر مشغول معالجه گرد. یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، سه، چهار، پنج ماه گذشت و معالجه گلوی حضرت عجل تمام نشد. کم کم شاه بنای بیتابی را گذاشت و قدری چشمش باز شد، ولی به روی خود نمی آورد و حتی به خودش هم اقرار نمی کرد. چطور ممکن است آدمی را که خودش به وجود آورده و به این مقام رسانیده یک مرتبه دست از همه چیز بشوید و به فرنگ فرار کند؟ مقام عالی نداشت، پول نداشت، عالی ترین رتبه ارتش را حائز نبود. کسی که تمام وزرا و وکلا و کلیه طبقات مردم مثل بید از صلابتش می لرزیدند و در واقع بعد از شاه شخص اول کشور پهناور ایران شمرده می شد، چطور ممکن است همه را پوچ انگاشته و به زندگی گمنامی در کشور بیگانه قناعت کند؟ ماه ششم و هفتم و هشتم و نهم هم رسید و آیرون نیامد. سوء ظن شاه قریب به یقین شد، ولی چه می تواند بکند؟ چطور این پرنده رند از قفس گریخته را می شود باز به دام آورد؟ بهتر است باز دانه ای بپاشند، شاید برای دانه دوباره به دام افتند. به این منظور شاه تلگرافی مبنی بر قدردانی از خدمات گذشته به اضافه 1000 لیره انعام به عنوان خرج معالجه برای آیرون فرستاد و ضمناً او را تشویق کرد که در مراجعت تسریع کند. آیرون 1000 لیره را دریافت کرد و تشکرات را هم پذیرفت، ولی اظهار داشت که به عقیده پزشکان برای حال مزاجی او مراجعت به ایران مناسب نیست.